به نام یاد خداوند و با درود بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، عرض ارادت خدمت شما روزداران عزیز، فامیلای محترم، امیدوارم خوش باشین و عصر امروز چهارم روز ماه مبارک رمضان تا عید هم خوش گذشتانده باشین. طاعت و عبادت همه ما شما قبول درگاه حضرت حق باشه و امیدوارم که از خداوند در کنار از اینکه توفیق قبولی طاعت میخواییم بخواییم تا ما را توفیق طاعت و عبادت بیشتر نصیب بگردانه تا این فرصت ها به هدر نره. خوشحال هستم با همه بشیر سیرت با تقدیم برنامه فقه روزه تا ساعت 5:30 بگونی نشر مستقیم در خدمت قرار دارم. جناب آقای دکتر احمد نور واقف استاد دانشگاه همچنان هستن. حضور شما بخیر باشه و خیلی ها خوش آمدین. ممنون شما. شما بسلامت. 020-220-1093 تا نیم ساعت اول در خدمت شما هست. هر سؤالی که داشتین تماس بگیرین، بپرسین، کوتاه بپرسین و آرزوی شنیدن آواز مبارک نداشته باشین. برنامه فقه روزه تکرارش ساعت 3:30 تا 4 بامداد نشر میشه. فقط یکی دو سوال یادداشت کردم و هم به احترام یک سوالات بیرون مرزی بود. استاد، این ختمه هایی که برگزار میشه به گونه دسته جمعی که در کشور ما بیشتر رایج هست، این چقدر با معیارهای شریع برابر هست؟ و زمانی که تلاوت میکنیم مثلا جمع 20 نفر یا بیشتر از 30 نفر تلاوت میکنیم، آیا این ختم 30 سپاره بر هر فرد محسوب میشه یا تنها امون جزی را که یک فرد تلاوت میکنه ثواب امون جزش برش داده میشه؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. اساسا قرآن کریم تلاوت کردنش، هر آیتش، هر سوریش و در مجموع کل قرآن کریم عمل خیر، عمل پسندیده و عمل نیکوست و قرآن کریم یگانه کتابی است که خواندنش و قرائتش در ضمن عمل کردن به خودش ثواب داره و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که کسی که در قرآن کریم تلاوت میکنه در برابر هر حرفش بر از او 10 نیکی نوشته میشه. و بعد میگه که الف لام میم، ما نمیگیم که یک حرف است، که الف جداست، لام جداست، میم جدا است. و مسئله دوم، بهترین ختم قرآن کریم همون ختم است که انسان خودش او را به صورت عمل مستمر انجام بده به مقدار توانش، سیپاره جزی کمتری بیشتری روزانه معمول خود بگردانه و ماهانه، هفتوار، هر مقداری در توانش است قرآن کریم را تلاوت کنه و ختم کنه. بهترین ختم امی ختم است. اگر گاهی انسان فرصت ها برش مساعد نمیشه و نمیتونه و بعد یک جمعی از دوستان میخواد در یک جای قرآن کریم تلاوت میکنن و اگر همه بتانن به صورت درست با امو آداب تجوید و ترتیلی که در قرآن کریم لازم است قرآن کریم تلاوت کنن بخوانن، نفس خواندن و قرائت کردن قرآن کریم و ختم قرآن کریم خالی از خیر نیست، عمل محمود و پسندیده است. اما فراموش نکنیم که ایرا به عنوان یک رسم معمول ساختن و بعد در بدل تلاوت کسایی را به عنوان مزد بگیر دعوت کردن و برای از اونا پول دادن و یک عمل معروف ساختن به می شکل که بعد در اخیرش چی چیزا باید خوانده شوه، این باز اساس شرعی و دینی نداره. بهتری است که ما خودمو تلاوت کنیم، خودمو قرآن کریم ختم کنیم و اگر گاهی دوستایی هم دعوت میکنیم که همه با آداب و اسلوب قرآن کریم پابند هستن و قرآن کریم با اسلوب و آداب لازمش تلاوت میکنن و ختم میکنیم و ای هم کار پسندیده و نیکوست. فراموش نکنیم که هر عمل نیکو و پسندیده وقتی که با اخلاص و نیت صادقانه و مخلصانه انجام داده شوه خالی از خیر نیست و همه در او عمل نیک سهیم و شریک میشن و پاداش ختم قرآن کریم به همه گیم رسه. تماس میگیریم. بله بفرمایید. السلام علیکم میشه؟ علیکم السلام و رحمت الله. بله میشه، بفرمایید. دیگر کلم ما السلام علیکم و رحمت الله. سلام با مولوی صاحب تقدیم میکنم. دیگر دینت هستم. سوال ما یه که یک در طول روز بسیار زبانی میشه، تشنه میشه و یا هم ترادن کمک روزه تاثیر منفی خودم میگفته باشه که از دای فامل یک گفت بسیار خوشایند میگی که از دیگر خفه میشه. آیا میر به روزی آدم کدام گفت خونه میشه؟ آیا روزی ما خط خطی میشه و یا هم گناه میشه؟ سلامت خواهر، امی
استاد شما سوال به طور کامل گرفتین؟ سلامت باشین. ای کاش دوستا عزیز زمانی که تماس با ما میگیرین از امی اتاقی که تلویزیون هست برین بیرون و یا هم تلویزیون صدایش پخش کنین که صدا انعکاس نکنه. یعنی ما درست آواز نشینم، حتما استاد آواز درست شنیده و سوال گرفته. خوب است که تکرار کنن سوال و بعدش پاسخ بگن. بفرمایید استاد سوال بخواهش. خب برداشت ما بود که نو سوال کردن که اگر در جریان ماه مبارک رمضان یا روزه گاهی انسان کمی بی صبر میشه، بی حوصله میشه، گرسنگی و تشنگی تاثیر میکنه و بعد انسان به یکی از اعضای خانواده خود حرف زشت و ناسزایی میگه، این روزشان ضرر میکنه یا نمیکنه؟ خب ببینین، اساسا فلسفه و منطق کلان ما روزه و رمضان صبر و تحمل و بردباری است و به همی اساس است که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میگه که در جریان رمضان اگر کسی بر شما حرف زشت و ناسزا و دشنامی میده، شما فقط در مقدر برایشان بگوین که این نیسایم، ما روزه دار هستم. کوشش کنیم که با رمضان و روزه خود عادت بدیم که صبور باشیم، حلیم باشیم، بردبار باشیم. روزه تنها گرسنه بودن و اجتناب از خوردن و نوشیدن نیست. روزه بزرگترین فلسفه و منطقش مزین شدن به اخلاق والای اسلامی است که از جمله از او یکی هم صبر و بردباری و تحمل است. با آن هم اگر گاهی انسان از این به اساس عصبانیت مرتکب چنین عملی میشه، حرف زشت و ناسزای از زبانش بیرون میشه، استغفار بکنه و کسی را که مورد حمله قرار داده از او معذرت بخواه، مشکلی نیست. انشالله امیدوار هستم که عمل تکرار نشه و بر روزا و رمضانشان ضرر بسیار جدی وارد. سلامت باشین. خیلی باید یک مقدار اعصاب و روان در کنترل داشت. سلامت باشین، تشکر. طبعا استاد اینا گفتن روزیشون خط خط امو قسمت شما گرفتم. طبعا از اگر یک آدم روال و روند زندگی شمی قسم می باشه، یعنی هر روز یسبی میشه و خشن میشه، طبعا دیگه از ثواب روزی خب از اینا یک حدیث شریف میاد که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میگه که من لم یدع قول زور والعمل به فلیس لله حاجة فی ایدع طعامه و شرابه. میگه کسی که سخن زشت، سخن دروغ و کار نادرسته ترک نمیکنه، پروردگار نیازی نداره که این بنده زبان خود از خوردن و نوشیدن باز بداره. بسیار تشکر. تماس میگیریم. بله بفرمایید. بله سلام علیکم. خوب هستید؟ علیکم السلام ورحمت الله. شما با سلامت بفرمایید. من درمی نستم، از مزار گپ میزنم. سوال ما این بوده که آیا کسی که خاص میشه در از اون ما نماز نفل بخونیم و یا اگر ختم بکنیم بر ثوابش میرسه یا نه؟ سلامت خواهر گرامی، بفرمایید استاد. خب قسمتی سوال دیروز هم مطرح کردیم که عبادات بدنی در مجموع در او نیابت یا بدلیت جایز نیست که کسی برای کسی دیگری نماز بخونه یا کسی برای کسی دیگری ختم کنه. هر عملی را که انسان انجام میده برای خود انجام بده. البته برای شخص متوفا، کسی که برای او میخواه ثواب و خیری برسه، دعا بکنن. نماز برای خود بخونن. طبعا که نماز یک عبادت است، بندگی است، تقرب به پیشگاه پروردگار است و نزدیکترین حالتی که بنده به پروردگار می باشه حالت راز و نیاز و سجده و نماز است. بعد در حق از متوفا دعا بکنن، قرآن تلاوت کنن، قرآن ختم کنن به نام خودشان، برای خودشان، برای متوفا دعا بکنن. بهترین عمل خیر همی عمل خیر است و از این طریق میتونن که برای شخص متوفا یا کسی که در نظر داره ثواب و پاداش و مزد آخرت برایش برسه. بسیار تشکر. سلامت باشین. باز هم تماس میگیریم. بله بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. سرستم آقای سوال از تان داشتم. گفتم اگر کسی مثلا روزه داشته باشه، کسی که روزه نمیگیره در صورتی که هیچ مشکل نداره بازم روزه نمیگیره، برای اینکه مثلا آب و نان و یا بعض موارد خوراکی دیگه که میخواید برای شما داده کنه، این گناه داره یا نه؟ خیر سلامت باشین. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. بفرمایید استاد گرامی. خب نفس روزه را نگرفتن ترک فرض است و هر فرضی را بدون عذر موجه ترک کردن گناه کبیر است و قطعا که روزه از جمله ارکان اسلام است، مهمترین رکن است. حتی در صورتی که اگر انسان عذر داره، از دیدگاه شرعی میگن که این محمود پسندیدنی است که یک آدم معذور در پیش روی روزه‌داران
چیزی را بخوره با وجودی که شریعت براش رخصت داده اجازه داده اما می اخلاق باید به خاطر که امی اخلاق روزداری و اخلاق رمضانی حفظ شوه و نگه داشته شوه بنان اولین پیامی است که به او کسی که روزه را میخوره باید حکیمانه عاقلانه و مدبرانه و خردمندانه او را دعوت کنن تا از این عمل خود دست بکشه و اگر او عضو خانواده شان است و از اینا غذا و طعام و نان یا میخواه در صورتی که این غذا ندادن آمدن و ساختن غذا موجب قطع صله رحمی یا نزاع و کشمکش بسیار جدی فامیلی نشوه یا باید تعاون و همکاری رو با اونه نکنن بگذارن که یک عمل فشار باشه یک درسی باشه یک دعوتی باشه تا او از این عمل خود دست بکشن البته اگر بازی عمل موجب یک جنجال بسیار بزرگ فامیلی میشه موجب قطع صله رحمی میشه در ضمن از اینکه یا دعوت خود میکنن اونا را به این کار مورد ملامت قرار میتن واس میشه که امرش برشان غذا تا سلامت باشین تماس میگیریم بله فرمایید بله سلام علیک السلام و رحمت الله بفرما ما سوال از مولوی صاحب داشتم که ما از این تخمیر تا کلانی را نفستنگی دارم باز ما بگیم پیش دکتر ترستم دکتر به ما اکسیجنی که کش میکنی از این داد بزمان این وقتی که زکام هم میشم بسیار سخت این و بغل میشم مجبور هستم کنم اکسیجن را کش کنم در رمضان هم روزه می داشته باشم مجبور هستم که کش کنم که کش نکنم بسیار نفسم سخت می کنم این عمله سرم می آید گفتم امی یا ندوزه مسیجه می کنه امی می کنه به خاطر از امی سلامت خداوند مادر شما را شفایی به خیر نصیب گردانه استاد در مورد سال قبلی که ما داشتیم در مورد غذا کردن آماده کردن غذا برای فرد روزدار خب فرض کنید اگر می قطع صله رحم اینجا شود ای فکر نمیکنین که قسما تاثیر گذار باشه سر این شخص فرض کنین یک پدر روزه میخوره دخترش با این گپ نمیزنه خانمش با این صحبت نمیکنه شاید به نحوی یک روز متوجه شود که همه از ما بریدن و ما باید ما هم مثل دیگرا باشم و روزه بگیرم ما اگر دقت کنین ما موضوع را به چند چیز مربوط ساختم قطع صله رحمی ایجاد یک جنجال بزرگ فامیلی گفتیم که اگر آماده نساختن غذا موجب قطع صله رحمی و یک جنجال فامیلی و مشکل جدی در فامیل میشه باز در این صورت خیر اینا حوصله کنن در ضمن ازی که اونا را دعوت میکنن ملامت میکنن غذا برشان بده و دعا کنن دعا کنن برشان شما بسلام و اگر با ایتون نمی باشه ازیش تو تشکر یک تماس میگیریم بعدش با سوال مادر برمیگردیم بله بفرمایید سلام علیکم علیک السلام و رحمت الله بفرمایید دیگر شما از مولای صد بخیر باشه روزه خود پیشرو داشته باشید اما تو سوال داشتید یک سوال من بود که تا تمی مسئله کرونا و کرونا بازی بر آمده پیش از استجاز دادن که سه بار پس خلا میشی معمور امراض خوابون میشیم یک دوم سوال من این بود یک کسی امی خانم بسیار امراض بدرفتاری داره بیخی اوقاتش تلخ شده میخواه که بوده طلاق بده دو بچه و دو دختر داره وقتی که اینو طلاق بده از اولادا بر زن میرسه یا نمیرسه یعنی میره مفصل به ما تشریح خب خب طلاق نتین نگه این طلاق دادنش درست نیست ازدواج دوم کنین و خود به خود جور خواهد شد از نظر من سلامت استاد یک سوال شانه پاسخ بایید سوال مادر از سوال قبلی استفاده کردن از اکسیژن خب اکسیژن بیشتر یک هوا تولید میکنه او هوا از مجرای تنفس وارد بدن میشه از مجرای که انسان آب و غذا میخوره داخل بدن نمیشه اکثریت فقهای معاصر او را اجازه میتن به عنوان یک عذر میپندارن مخصوصا که یک کسی با این حد مریض میباشه که در جریان روز چندین بار با او ضرورت داره حتی قرصای معمولی و کوچکی که به خاطر رفع بندش نفستنگی در زیر زبان گذاشته میشه و او خودش آب میشه بدون از اینکه او را انسان زنده خرد کنه او را اکثریت فقهای معاصرین میگن که یک عذر است و به این سبب یعنی از نظر شریعت تا این حد تکلیف داشتن رخصت نیست که خود از این یک عذر است خود از این یک رخصت است که میتونه روزی خود بخوره بله اما در عین حال اگر روزه را میگیره باز با این
با این عمل روزیشون میدان نمیشن نقص داشت. وجود شما بسلامت. سوالات بعدی و طرح سوالات بعدی و تماس های شما را پس از وقت همی داشته باشید. خوش آمدید. ادامه برنامه فقه روزه را به گونه مستقیم از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بیننده و شنونده هستید. دوست عزیز، صفحه فیسبوک برنامه های اسلامی ما اسلام فاصله و فاصله قرآن در خدمت شما هست. ختم هر برنامه، برنامه در صفحه آپلود میشه، میشه که شما اونجا هم ببینین و به اشتراک بگذارین تا دوستایتان هم از طریق شبکه های اجتماعی استفاده کنن. و شماره تماس واتساپ ما 0782-2247. در این برنامه بیشتر تمرکز روی تماس های شما هست، کمتر سوالات یادداشت میکنیم. باز هم اگر سوال بسیار جدی باشه بیشتر که باز از جناب استاد بپرسیم. استاد، سوالی یک برادر مطرح کرد در قسمت شستن دست ها با صابون 3 بار قبل از استنجا زدن. دیگه نمیفهم سوالشون چی خب بود. خب ما اگر برداشت شما درست باشه، شستن دست ها با صابون 3 بار پیش از استنجا یا بیشتر تکرار کردن، در این رابطه دیدگاه اسلام واضح است، روشن است. اسلام خودش طهارت و پاکیزگی را جزی از ارزش‌های دینی و اسلامی میدانه، مخصوصا که باز مرض و تکلیف باشه به خاطر این عمل. نه تنها که مورد تایید اسلام نیست که لازم و ضرور است و این کار ادامه بتنه و هیچ مشکلی هم انشالله شرعاً وجود نداره این رابطه. در مورد سوال دومشان، من مثل شما اول تاکید میکنم که طلاق آخرین چاره کار است که هیچ وسیله و ابزار دیگری برای جور آمد یک فامیل نباشه. ما درخواست میکنیم که باید به هر صورت ممکن فامیلا و خانواده دست به طلاق نزنن و طلاق امر ویرانگر است، ویران کننده دو فامیل و دو خانواده و حتی دو قوم میشه. و در صورتی که هیچ رای ممکن نباشه و طلاق واقع شه، باز این صورت دیدگاه فقه اسلامی است که حق خزانت قبل از پدر برای مادر ثابت است که اطفال خود باید خزانت سرپرستی و تربیت کنن، اما این حق باز موقتی است که برای دخترها تا 9 سال ثابت است، برای پسرها تا 7 سال. یعنی یک مادر حق داره پسر و دختره، پسر تا 7 سالگی و دختر تا 9 سالگی نزد خود اگر میخواهد نگه کنه، سرپرستی کنه، مواظبت کنه، اما بعد از این 3 سال باز پدر و مصرفشان باید شوهر در این مدت نصیب پرداخت کنه و حق پدر میشه. بسیار زیاد تشکر. تماس میگیریم. بله فرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید خواهر. سوال نیست که وقت من نماز میخوانم در نماز شد پیدا میشه، آیا نماز میشه یا نمیشه، در پایق نماز سجده ها میشه، یعنی هرچی میتونم شکم گم نمیشه، وقت نماز خلاص میکنم در نماز شد پیدا میشه. و سوال چه قسم شد مادر جان؟ امی سوال اول تنوازه کنین، چه قسم شک در دلتان پیدا میشه؟ در قسمت از اینکه آیا دو رکعت از 3 رکعت خواندی یا پر خالی خواندی یا در قسمت وضوئی تان، یا امی شک کمی وضاحت بدین چگونه شک؟ وقت که من نماز میخوانم دل من به تسبیح تحیات خواندی یا دزده خواندی یا دوار خواندی یا سلام داودی، وقت نماز خلاص میکنم هر شب هر شب از بدر میستفاده یا میبسری فقط هر فرق مستقیم یا سنار واضح شد. و سوال دومتان؟ تماس مادر قطع شد. استاد سوال گرفتیم بفرمایید. خب در قسمت پیدا شدن شک فقها اصول را اینجا واضح میکنند که اول خو یک قاعده کلان فقهی داریم که الیقین لا یزول بشک، امری که یقینی باشه با شک ازاله نمیشه. مثلا یک کسی نماز خواند و کسی هم دید که نماز خواند، با خودش هم به یادش است که نماز خواند، بعدا شک میشه، شکی میشه که من نماز خواندم یا نخواندم، دوباره سر از اون نماز خواندن ضرور نیست. او شک یقین از بین نمیبره. در مورد داخل نماز اگر شک میشه، این چندین صورت داره. فقها میگن اگر شک اولین بار بر از یک کسی پیش میشه که من 2 رکعت خواندم یا 4 رکعت خواندم، اگر اولین بار شک برش پیش شده، بهتر است که و این طرف ترجیح نداره، دوش مساوی است، بهتر است که نماز اعاده کنن. لکن اگر این شک بار برشان پیش میشه، باز اول کوشش کنن که غالب گمانشان ترجیح بدن. 2 و 3 تشویش داره، غالب گمان که 3 است، به مو 3 عمل بکنن، 3 رکعت. اگر باز مساوی می باشه
ای همیشه پیش میشه. بازه ای رابطه فقها میگن که به تشویش و شک هیچ خود مربوط نسازه. و از سوال از جای تو فهمیده میشد که بیشتر در مورد تعداد رکعات نیست، در مورد ارکان و افعال نماز است. بله. که قرائت کردن آه. یا نکردن، اتحیات خواندن یا نخواندن. در این رابطه می بیشتر اوهام و حمله های شیطانی است که گاهی در دل انسان تشویش ایجاد میکنه، شک ایجاد میکنه تا در مورد عبادتش تشویش برای ازی تشویش پیدا شود. مبارزه با این شک و این تشویش است که به این ارزش قائل نشن. این وقتی که نماز ادا میکنن با اخلاص کامل، با نیت کامل و آداب و ارکان نماز میفهمن، قرائت یاد دارن، قدر ماهی جزء به صلات میفهمن، وقتی که نماز ادا کردن پس دعا بکنن که نمازشان پروردگار قبول بکنه. هر قدر که شک میاد با این شک مبارزه زیادتر میشه. بله پس به اون توجه نکنید. چقدر خوب، سلامت باشین. تماس میگیریم. بله بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید خواهر. زنده باشین. کارتون خوب هستین؟ شما با سلامت. مشنیم بفرمایید. بله مشنیم بفرمایید خواهر. ببخشید خالص، سوال ما همیستا که ما قرآن شریف هست دارم منطقه و قرار نیکی همی قرآن شریف هم مثال دست میتن یا میخوانن، اما قرار که در مکتب ما یاد گرفتیم هم قرار یاد دارم، آیا میتونم قرآن شریف ختم کنم؟ میکنم، گناه نداره که مثال اگر من غلطی کنم در قرآن شریف. آه سلامت خواهر، خداوند شما را توفیق بیشتر نصیب گردانه. استاد سوال قبلی مادر یک جز دیگر هم داشت، گفت که شک زیاد میشه من سجده سهو میکنم. از این قبیل شما هم بسیار زیاد نمازگزارا را دیدیم مثلا نماز خواندن و بعدش در اخیر نماز بیخی عادت شان شده که یک سجده سهو میکنن، میگن همین سجده سهو هر سهو یک مکریم دیگه همین میتونه که جبرانش کنه. او سجده اساس شرعی نداره و هیچ گونه خطا و اشتباه انسان جبران نمیکنه. سجده سهو موارد مشخصه داره که چه وقت سر انسان واجب میشه که انسان قطعاً فرضی را از جایش تغییر بده، تبدیل کنه یا واجبی را ترک کنه، باز او صورت است که برای انسان سجده سهو واجب میشه، لازم میشه. اما در صورت شک و تشویش ما نمیتونیم که یک چیزی دیگری را در نماز علاوه بکنیم و بگوییم که هر شک و تشویش یک شد این او را جبران بکنه. یعنی سجده سهو مواردش مشخص، مواردش مشخص است. بسیار تشکر. و از سوال خواهر که گفتن یاد دارن اما به گونه گفته خودشان مسلکی یاد ندارن، ختم کرده میتونن یا نه؟ خب اول خو دروازه تعلیم و تعلم تا زمان مرگ برای انسان باز است و انسان مأمور است تا وقتی که زنده است حیات به سر میبره علم بیاموزه، مخصوصا قرآن کریم که کتاب مؤمن بهی ماست. ما هر زمان فرصت داریم که او را یاد بگیریم، بهتر یاد بگیریم، بخوانیم، بهتر بخوانیم. و در صورتی که بعد از تلاش های انسان بازم انسان نمیتونه، حافظه یاری نمیکنه، مصروفیت ها یاری نمیکنه، اما قدری را که انسان یاد داره به مو شکل تلاوت کنه و انشالله که خالی از اجر نیست. و در روایات میاد که با این زحمت و تکلیف هم خواندن مزدشان چند برابر میشه. بسیار زیاد تشکر. یک تماس هم داریم و ما کمتر از 40 ثانیه فرصت کل برنامه با ما هست. بله بفرمایید. بسیار کوتاه. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید سوال دارم. سلام خوب هستم؟ سلامت. من سوال داشتم، من دارم دکتر مرا گفته روزه نگی، اگه ما روزه بگیرم یه شوار مو یا نگی ما که روزه میگیرم و سر ما سنوال میتونم، آیا اگه ما روزه را بخورم در گناه میشم؟ سلامت باشین. همکارا فرصت هست با ما؟ خب فرصت کاملا تمام هست. خواهر گرامی سوالتان یاد داشت میکنیم، فردا انشالله هر سوالی که دوستای دیگه هم دارن فردا باز هم میتونید پاسخ بگیرین. کوتاه استاد می سوال پاسخ بگوین سوال خواهره. خب در این قسمت امو بحث روز قبلی ما تکرار میشه که اگر عذرشان واقعی باشه دکتر متخصص و متدین تجویز کرده باشه که روزه گرفتن به صحت خود شما یا حمل شما ضرر داره، باز میتونن رخصت است که از این رخصت استفاده کنن و روزه افطار کنن. لکن اگر این عذر واقعی نباشه یا حمل در ماها و روزهای نخستینش باشه و خودش هم احساس تکلیف نکنه، باز نظر و مشوره شوهرشان او یک رخصت رأی شده نمیتونه. بسیار زیاد تشکر. فردا باز هم با تقدیم برنامه فقه روزه در خدمت شما قرار داریم. هر سوالی داشتین یا داشت کنین فردا انشاءالله اگر ما زنده بودیم باز هم در خدمت شما هستیم. و فعلا شما را به خداوند یکتا امانت میکنم. برنامه شهر رمضان ساعت 6:30 تا ساعت 7:30 به گونه نشر مستقیم فراموش نکنین. خوش باشین. الله نگهدار شما.